ایده هستن که الان دارن به من چپ چپ نگاه میکنن، میگن آقای صد شما چرا؟ البته من را چرا؟ البته از من خودم از خودم توقع دارم که آنطوری که شایسته است، آنطوری که قلبم، روحم، فکرم، احساسم و عقلم و برداشت من از آنچه که امروز احساس میکنم باید بازگو کننده و نماینده واقعیتی باشه که من نمیتونم که کتمان کنم و پنهان کنم نظر خودم رو در ارتباط با آنچه که باز تکرار میکنم آقای میبودی تکرار میکنم به شایستگی در این باره صحبت کردن و حق و آن چیزی که مربوط به جامعه همیهنان بهای ما بود رو به دفاع پرداختند و ابراز کردند و تأکید کردند و من هم بر این تأکید پافشاری میکنم که تا زمانی که به هر حال میکروفونی هست، تا زمانی که میشه صحبت کرد و میشه از حق و حقانیت ایران و ایرانی، یادتون باشه نه بهایی، ایران و ایرانی حرف زد، چرا که نه، این وظیفه ماست و بر ما حکم میکنه که آنطوری که شایسته است حرف بزنیم. حضور دانشمندانی مثل آقای دکتر احسان یارشاطر، آقای هوشمند فتح اعظم و همینطور آقای دکتر شاپور راسخ، یکی از به معنی واقع فرهیختگان و افرادی که در رژیم گذشته هم به عنوان یکی از حساس‌ترین پست‌هایی که در سازمان برنامه به عنوان معاونت سازمان برنامه به عهده ایشون بود، زمانی که شما پای صحبت ایشون می‌نشینید، امسال به خصوص در ارتباط با ایران و آینده ایران و بهشتی که در ارتباط با ایران در انتظار همه ما ایرانی هاست و به خصوص این جامعه به خاطر خط مشی که با همه ظلم‌ها، با همه تعدی‌هایی که آنچنان ناجوان مردانه بر پیکر این افراد وارد شد، امروز در ارتباط با آینده ایران چه نظرها دارند، چه حرفها میزنند. وقتی من با اون سرکار خانم تونتون حرف میزنم، برنامه امروز محدوده، هر روز محدوده، از این به بعد محدودتر هم خواهد شد که بتونم عرض خواهم کرد. البته چرا، زمانی که من با این خانم ابراز تأسف میکردم در ارتباط با آن چیزی که در ارتباط با بهایان گذشت، به من مطلبی گفتن و شاید من رو بهتر راهنمایی کردند بر مبنای برداشت خودم و احساس خودم روی این جامعه. گفتن آقای صدر نه، شما احساس ناراحتی نکنید از آنچه که بر ما گذشت، برای اینکه در هر جامعه‌ای، در هر قشری وجود دارن افرادی که مثلا در ایران ما سعدی هست، مولانا هست، فرهیختگان و بزرگان هستند، در مقابلش خلخالی ها هم وجود دارن. طبیعی است که ما امروز و آن چیزی که گذشت در ارتباط و در مسیر با خلخالی ها واقع شده بودیم و اینجاست که باز هم دیدم که چقدر با متانت، چقدر با اخلاق و چقدر با انسانیت با این مسائل مواجه هستند و اون چیزی که مسلم هست و اون چیزی که امروز من رو باز مجبور کرد و وادار می کرد و کرد و خواهد کرد در آینده بر مبنای نه فقط جامعه بهایی بلکه تمام جوامعی که امروز در ارتباط با ایران با همه فشارها، با همه محدودیتها، با همه آن چیزی که ناجوان مردانه در مورد اونها انجام شد، اما میبینیم که وقتی نام ایران هست، وقتی صحبت پرچم ایران هست، وقتی نام ملیت ما به نوعی مطرح میشه، میبینیم که چطور گل از گلهاشون میشکفه و چطور در ارتباط با ایران آنچنان ابراز عنایت واقعا میکنند. این است که من سر احترام در مقابل همه افرادی که در قشرهای مختلف، در ادیان مختلف این چنین ایران ایران میکنند و گفتم سنگ ایران رو بر سینه میکوبند، طبیعی است که در مقابل اونها سر کرنش پای میآورم و با احترام از اونها یاد میکنم. نظم و ترتیب و انضباطی که به من بسیار درس ها آموخت و امیدوار هستم که تمام جوامع ما، تمام قشرهای ما، تمام گردهمایی‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و آنچه که در ارتباط با ایران و ایرانی بودن هست در آینده انجام میشه، بتونه یک نوع نشأتی و خط مشی از آنچه که من در این سمینار شیکاگو دیدم رو در بر داشته باشه، به همراه داشته باشه و در آینده بتونیم که ما شاهد هرچه بیشتر از این نوع جمعیت ها و این نوع گردهمایی های آبرومندی که واقعا همینطوری که باز آقای میبودی عزیز، البته آقای قاضی سعید عزیز ما، آقای آزاد راد،
آقای خانم احسان و دیگر از همکاران ما هم در این کنفرانس حضور داشتند و هر کدام به نوبه خود سخنرانی هایی کردند که سخت مورد توجه واقع شد و خوشبختم از اینکه باز اعلام کنم آنچه که انجام شد و آنچه که ما در مسیرش و در مقابلش واقع شدیم واقعا اون توجهی بود که به خاطر ایرانیت ما، شاید امیدوارم که اینطور باشه، به خاطر آنچه که در سالها ارائه کردیم، زمانی که آقای میبودی وارد میدان شد و به اون صحنه آمد و به اون جلسه آمد، من دیدم واقعا مثل یک چلچراغ روشنی بود که روشن کرد و مورد توجه همیهنان واقع شد، که البته من هم خوشبختانه از این قاعده مستثنا نبودم و آنچنان مورد مهر و توجه این همیهنان واقع شدیم به خاطر آن چیزی که در مورد ایران بود، آن ایران ایرانی که در سالهای سال به زبان آورده بودیم و میدانستند که آنچه گفته بودیم زبان ما بود که با قلب ما یکی بود و به همین دلیل بود که شدیداً مورد عنایت و توجه این همیهنان عالی‌قدر واقع شدیم. باور کنید که من زمانی که تحت تأثیر احساسات، نمیخوام بگم ولی واقعیت واقع میشم، تو این جامعه ببینید من یک تلفن گم کرده بودم، یک تلفن خودم رو و یک تلفن بی ارزشی که فقط یک سری اطلاعات توش بود. شما شاید باور نکنید که در بین این 4-5 هزار نفر جمعیت که مطلع شده بودند که تلفن مسئول صدر گم شده، اگر بگم نه 800 نفر، نه 900 نفر، نه 1000 نفر، بلکه بیشتر از 1500 نفر نفر به نفر آمدند که آقای صدر پیدا شد، تلفنتون گم شده بود، پیدا شد، و با نگرانی سوال می‌کردند. اما مطلبی که بسیار اهمیت داشت و اینجاست که من تحت تأثیر این واقعیت ها قرار میگیرم و این مسائل جزئی رو نماینده کل قضایا قرار میدم، این بود که تلفن اهمیت نداشت. اما نفس این همه نگرانی و این همه نگرانی که نه، به هر حال سوال که آیا پیدا شد، به من مطلبی گفتند، همشون گفتند، گفتند آقای صدر در این اجتماع نه این تلفن بلکه یک رقم 500 هزار دلاری پول نقد اگر گم بشه و جا بمونه ممکن نیست که پیدا نشه، و این را با چنان باوری میگفتن که من در صورت اونها باور رو میدیدم. و اینجاست که هرچه بیشتر باور میکنم و باور کردم، نه به خاطر این تلفن بلکه به خاطر آنچه گذشت و به خاطر آنچه تاریخ ما به هر حال شاهدش بودیم و آن غلط ها و آن بد آموزی هایی که در طول تاریخ نسبت به به هر حال بسیاری از همیهنان میهن دوست ما و ایران دوست ما متاسفانه انجام شد، که به هر حال این رشته سر دراز دارد و من امیدوار هستم که ما بتونیم که با درایت، با توجه، با عدالت در ارتباط با آن چیزی که در اطراف ما هست و آن چیزی که در گذشته به ما بسیار غلط آموختند و این غلط آموزی ها ما را در مسیرهای انحرافی انداخت، بهتر قرار بگیریم و بهتر با میزان، با عدالت آنچه که شایسته است رو در موردش بتونیم که اظهار نظر کنیم و برداشت خودمون رو با انصاف و روش بر هر اظهار نظر بکنیم. به هر حال من یک بار دیگه برای همه همیهنان خودم که در ادیان مختلف، در قشرهای مختلف، در قومیت‌های مختلف هستند و در حال به ایران توجه دارند، مطمئن باشند که از موهبت و از مدد پروردگار برخوردار خواهند بود و ما هم به عنوان افرادی که به نوعی میکروفون یا دوربین در اختیار داریم و در ارتباط با مردم هستیم، آنطوری که باید و شاید از حق و حقوق همیهنان ایران دوست ما که جز ایران نمی اندیشند و جز به ایران فکر نمی کنند دست بر قطعا نخواهیم داشت. این یک قول و یک واقعیتی است که شما شاهد اون خواهید بود. ضمن اینکه باز اعلام می کنم سفر بسیار بسیار پرباری بود که من هم این بار نیز با خاطرات بسیار خوبی از این سفر برگشتم و یک بار دیگه از اونهایی که باعث شدن که من اونجا باشم و شاهد این حقیقت و این واقعیت باشم، از همه اونها با تمام وجودم سپاسگزاری میکنم. وقتم بسیار محدود هست و اینجا میخوام برگردم به باز واقعیت هایی که هست و باز هفته گذشته من خرسند بودم از اینکه شاهد یکی از برنامه های دیگه تلویزیون پارس بودم. برنامه این بود، باز مربوط به آقای میبودی عزیز بود، اگر میگم میبودی و تکرار میکنم قصدم شخص میبودی نیست، قصد نفس عملی هست